زندگی روی روشن و تاریک خودشو داره. زندگی ما هم همینطور بود. من دوتا بچه دارم. اولیش دخترم فرشته، دومیشم پسرم سجاد. سجاد خیلی پسر باهوشیه. خیلی هم شیطون و بازیگوشه. خیلی زودم با همه دوست میشد. سجاد مامان، همسرتون کی فوت کردن؟ شوهرم وقتی سجاد 6 سالش بود فوت کرد. داشته از سر کار برمیگشته که یهویی یه ماشین بهش میزنه. دخترم 8 سالش بود. پسرم هم 6 ساله بود. خیلی سنشون کم بود. سجاد با اینکه هنوز خیلی بچه بود، انگار میفهمید که مسئولیتش بیشتر شده. جای خالی باباشو پر میکرد. چجوری بگم، یه جورای عصای دستم شده بود. خب هر بچه یه جور عزیزه برای پدر مادرش. راستشو بخواییم ما بچه دار نمیشد. بعد 4 سال دوا درمون بالاخره خدا اول دخترمو به ما داد، بعدم پسرم سجاد. سجاد بعد باباش خیلی عوض شده بود، انگار که یهویی بزرگ شده بود. یه جورایی بعد باباش احساس میکرد که مسئولیت ما به عهده اونه. هم به من خیلی کمک میکرد، هم به خواهرش. چجوری بگم، یه جورایی امید هر دوتا میشده. بله آماده کردم. شما شاغلین؟ بله شاغلم. البته تو خونه بلد. کار میکنم، سبزی پاک میکنم، بادمجون سرخ میکنم، پیاز سرخ میکنم، خلاصه از این جور چیزا. آماده میکنم، بسته بندی میکنم، میفروشم به مشتری. 6-7-8 بله درسته. خواهش میکنم. خدا تازه داشتیم بعد فوت باباشون سرپا میشدیم که یه هم اونجوری شد. یعنی اون اتفاق برای سجاد افتاد. چی شده؟ خواهش میکنم، سجاد نمیتونه عکسش باشه. فرشته جان، نمیبینی من انقدر کار دارم؟ مامان واقعا دارم راست میگم. دارم براتون نهار خوشمزه درست. خدا یه دقیقه بیا. خواهش میکنم. ساعت 11-12 بود. یهو دخترم بودو بودو اومد صدام زد که مامان بودو بیا ببین سجاد چش شده. فکر کردم دوباره دارن شوخی میکنن، سر به سرم میذارن. دیدم پشت کون نمیخوره، همین جوری افتاده و انگار نه انگار که این تا یه ساعت پیش داشته کلی میدویده و بازی میکرده. گفتم حالا شاید خسته شده، ضعف کرده، چه میدونم، عضلات پاش گرفته. چیکار کردی؟ افتادی؟ چه میدونم کله ملاق شدی؟ چیکار کردی؟ تا عصرم صبر کرد. دیدم نه، انگار نه انگار، اصلا این بچه پاش فلج شده، حتی نمیتونه یه لحظه وایسه رو پاش. دیگه بودو بودو بچه رو بردم بیمارستان. پسرم خیلی خوب بود، فوتبال بازی میکرد. یه دفعه خواهرش اومد گفت مامان نمیتونه از زمین بلند شه. خب فشار بده به کف دست من با پاد عزیزم. نمیتونم این پا. خب دکتر که دیدش آزمایش و MRI و کلی چیز میز نوشت. منم دست تنها بودم، این بچه هم که نمیتونست تنهایی تکون بخوره. خلاصه با بدبختی بردمش این بر اون بر برای عکس و آزمایش و MRI و اینا. طفلک بچه‌ام خیلی اذیت شد، خیلی ترسیده بود. دکترها گفتن یه مریضی نادر، یعنی اینجوری نیست که خیلی ها بشناسنش. خود منم اولین بار بود اسمشو میشنیدم. اولو بازی امیدی داشتم که شاید این حالت موقتی باشه و ایشالله خوب بشه.
اما روز به روز بدتر میشد. نگران نباش، خوب میشه. اون بچه‌ای که اینقدر شلوغ و شیطون بود، کلی دوست دور و برش بود، حالا دیگه گوشه‌گیر شده بود. یه جور مظلومی ساکت شده بود. هر بار نگاش میکردم دلم براش کباب میشد. کارمون شده بود این دکتر و اون دکتر رفتن. سجادم که قبلا با اسو میتونست راه بره دیگه ویلچر نشین شده. هیچ کسی هم نداشتیم که کمکمون کنه. خودمون بودیم و خودمون. ولی باز اون تازه روزای خوبمون. وضعمون از اینم بدتر شد. حالا خود مریضی یه طرف، این که نمیتونه رو پاش وایسه یه طرف، بچه داره عذاب میکشه یه طرف دیگه. بالاخره پسر بچه تو این سن و سال خیلی دوست داره بازی گوشی کنه و بدوه این برمون. دکتر گفت که این مریضی یه جوری، چجوری بگم، موزیه. یعنی اگه پیشرفت کنه خدایی نکرده تشنج میاره، سکته مغزی میاره، چه میدونم، میزنه به اعضای دیگه بدنش. از همه بدتر جنون. فکر این که بچه مقلش رو از دست بده داشت منو دیوونه میکرد. شما بیمه بودین اصلا؟ ما بیمه خیش فرما بودیم. آخه خدا بیامرز باباش کارش آزاد بود. شما میتونی کمکم کنی؟ والا آش خانم خدمتون عرض کردم این هفته خیلی دستم خالیه، چک دارم. پس هزینه های درمان خیلی زیاد داره؟ والا چی بگم، هزینه که خیلی زیاد بود. خدا نصیب نکنه آدم پولشو خرج اینجور چیزا کنه. البته کفر نمیگم، ناشکری هم نمی کنم. به اندازه خودمون داشتیم که زندگیمونو بگذرونیم، محتاج کسی هم نبودیم. ولی دیگه خودتون بهتر میدونیم وقتی پای مریضی و خرجای بیمارستان پیش میاد دیگه هر کسی کم میاره. دیگه یکم قرض و باله کردیم، یه خورده پس انداز داشتم، چند تا تیکه طلا و اینجور چیزا داشتم که فروختم. میخوام این گوشواره ها رو بفروشم. خلاصه انقدر این در اون در زدم تا تونستم از یه دکتر متخصص خیلی خوب وقت بگیرم. رفتیم پیش دکتر هاشم. خب خانم، مشکل بچه شما یک مشکل مادرزادی و تقریبا نادر، در واقع از نظر علمی این بیماری به نام ABM هست. یعنی که در واقع یک سری اختلالات عروقی براش اتفاق افتاده، جایی که شریان و ورید با همدیگه مخلوط شدن و کار طبیعی خودشون رو انجام نمیدن. بنابراین این باعث شده که تو پای بچه خونرسانی به اندازه کافی انجام نشه و این باعث کوتاهی پای بچه شد. یعنی بازم میتونم راه رفتن پسرم. دکتر هاشمی هم آب پاکی رو ریخت رو دستم. گفتین دیگه نمیتونه راه بره. چه میدونم، میگفت شریانا با وریدا گره خوردن. من که نفهمیدم چی میگفت. میگن طرف مستر شده، من واقعا مستر شده بودم. بچه که فلج شده بود و میگفتن دیگه خوب نمیشه، ولی من از روزی میترسیدم که این طفل معصوم گرفتار جنون. ببخشید اصلا نمیتونم راجبش حرف بزنم. ببخشید. سلام خوشم آقا. سلام فاطمه خانم. خوبین؟ سلامت شما؟ بچه ها خوب؟ الحمدلله. سلام دارم خدمت. خب خدا. تا اینکه یه دفعه بی خبر یه فامیلی داریم، خدا خیرشون بده. خیلی آدم های دست به خیری هم. میخواستن برن مشهد. اومدن به ما گفتن اگه میایین بریم مشهد، ما تو ماشینمون جا داریم. با هم بریم. بریم تا شما هم دلتون باز شه.
البته من به هیچ کسی چی نگفته بودم تا اون موقع. هیچ کس از مریضی سجاد خبر نداشت. ولی خب اونا که دیدن سجاد به این حال افتاده گفتن لااقل بریم باهاشون یکم روحیه بچه بهتر بشه. دیگه من سختم بود، ولی خب چون سجاد تا حالا مشهد نرفته بود گفتم بریم. دیگه اینطوری شد که رفتیم مشهد. آقا اولش یه شعری میخوند، من خیلی دوستش داشتم. میگفتن اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی. گفتم آقا من تا امروز به هیچ کی درد و دلمو نگفتم، هیچی که ندارم، ولی دل شکستم و برا تو بردم. دست مارم بگیر، این بچه ها دست من امانت بودن، دیگه من کسی رو جز تو ندارم. گفتم آقا منو شرمنده باباشون نکنون دنیا، این بچه سالم بود به این روز افتاده. این روزایی که من دیدم و خدا نصیب دشمن آدمم نکنه. گفتم به حق جوادت نذار بچم از این بدتر شد، به همینشم من راضی، ولی اگه یه روز بچم عقلشو از دست بده من میمیرم، طاقت نمیارم. دو سه روز مشهد بودیم، بچه‌رم با ویلچر میبردم زیارت. دیگه شب سوم بود، اتفاقا فرداش قرار بود برگردیم تهران. همون شب سجاد حالش بد شد، بچم تب کرد، جوری که من تا نصف شب بالا سرش نشستم. نکنه که یه وقت تشنج کنه، میترسیدم. همون شب شب تولد حضرت معصومه هم بود. مرد دیگه ساعت تقریبا 3:30 بود، گمونم از خستگی خوابم برده بود. فرداش تقریبا دمدمای سحر بود که اصلا نمیدونم چطور شد. برگشتم ببینم بچه چطوره، یهو دیدم نیست. سجاد پسرم کجایی؟ سجاد مامان تو چجوری تو اونجا رفتی؟ قربونت بشم مامان تو. دیگه یه دفعه دیدم بچه وایساده دم پنجره، خیلی فاصله بود از دم تخت و پنجره. خودش رفته بود، رو پای خودش وایساده بود، عصا هم نداشت، اصلا باورم نمیشد. یهوی به خودم گفتم الان میخوره زمین، ولی نمیخواستم بچه بفهمه. پیش خودم گفتم موقتیه. برگشتنی مستقیم بردمش پیش دکتر هاشمی. دکترم باور نمیکرد، گفت یه هفته صبر کنید، احتمالاً دوباره حالتش برمیگرده. یه هفته گذشت ولی بچه میتونست راه بره. کمجون بود ولی راه میرفت، حتی خودش میخواست بدوه، ولی من میترسیدم زمین بخوره نمیذاشتم. دیگه یه هفته ای هم گذشت، دوباره رفتیم پیش دکتر. دکترم تعجب کرده بود، دوباره آزمایش نوشت و امارایو از اینجور چیزا. رفتیم انجام دادیم ولی اثری از مریضی نبود. دکتر گفت علتش چی بوده؟ دکترم نمیدونست چی شده، هیچکی نمیدونست، فقط فهمیدیم بچه سالمه، هیچ اثری هم از مریضی نبود. انگار خدا دوباره این بچه رو به من بخشیده بود.
در طی 10 سال گذشته بیش از 800 مورد شفای بیماری لاعلاج در کمیسیون پزشکی ویژه در آستان قدس رضوی بررسی شده است. از میان این تعداد شفا یافته، پزشکان برای 18 مورد دلیل علمی قانع کننده‌ای پیدا نکردند. ماجرای سجاد یکی از این 18 مورد است که برای آن هیچ توجیهی جز کرامت حضرت امام رضا علیه السلام نمی‌شود داشت.